دیگرگونی اقلیم و تغییریابی آن سال هاست با بمیان آمدن حادثه و ظهورات های طبیعی گیدرومترولوژی و انسانیت معما و مشکلات گوناگون اکولوژی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را بمیان آورده ایستاده است. پدیده های ناگواری دیگرگونی اقلیم در شکل کم شدن ذخیره های آبی و شامیدنی، خشکسالی ها، به عمل آمدن آفات طبیعی، بیابانشوی زمین ها و ده های دیگر را در این میان می توان مثال آورد. کشورهای زیاد و سازمانهای با نفوذ جهانی امروز پای کاربرد و جستجوی راه حل، اصول و چاره‌های نوین بهر مطابق نمایی انسان و کار و فعالیت او با جریان دیگرگونی گلوبالی اقلیم هستند تا در آینده دور و نزدیک شرایط زندگی برای ساکنان سیاره تنگ دستی بیش به میان نآورد. اقلیم در روی زمین با سرعت تغییر می‌یابد، از آن جمله در نتیجه فعالیت خواجگی‌داری انسان. عاقبت‌های تغییریابی اقلیم به همه ما دخل دارد. زمین به اتمسفر احاطه شده است که از قشرهای گاز عبارت می‌باشد. وقتی که نور آفتاب به اتمسفر می‌رود، قسمی از گرمی آفتاب از جانب گازها بازداشته می‌شود. قسمی باقی مانده‌اش باشد از اتمسفر بیرون می رود. گرمی قبض شده زمین را در شرایط گرمی که برای زندگی کافی می باشد نگاه می دارد. اما در نتیجه استفاده نفت، گاز، انگشت و دیگر فعالیت خواجگی‌داری انسان طول ده ساله هست که به اتمسفر مقدار زیادی گاز کربن پرتافته می شود. این حالت درجه میانه حرارت زمین را افزایش می دهد که باعث تغییریابی اقلیمی سیاره می گردد. تغییریابی اقلیم یکی از مسئله حل طلبی زمان معاصر و شمار می رود. اساسا روندهای تغییریابی اقلیم بعضی از شوی گاز کربنات وابستگی دارد. یعنی علمان معاین نبودند که در قیاس با 150 سال یک اندازه مقدار گاز کربن در هوای اتمسفر زیاد شده است. این عامل بر روندهای تغییریابی اقلیم در آینده مساعدت میکند. با اعتراف مهمیت تهدید تغییریابی اقلیم برای انسانیت و طبیعت، جامعه جهان در سال 1992 کنونسیای چارچوبوی سازمان ملل متحد آید تغییریابی اقلیم را قبول نمود که آن را 197 کشور جهان امضا نمودند. تاجیکستان این کنونسیا را سال 1998 امضا نمود. کنونسیا درباره پرتاب گاز کربن در اتمسفر به طور قوی کاهش دادن تاثیر انسان به تغییریابی اقلیم و همچنین مساعدت نمودن به مطابق شوی انسان و نظام های اکولوژی به عاقبت های تغییریابی اقلیم دعوت به عمل می آورد. در ملاقات 21 کنونسیا که سال 2015 در شهر پاریس برگزار گردید، کشورهای شرکت کننده کنونسیا سازشنامه پاریس اوید به اقلیم را قبول نمودند. هدف این سازشنامه همچون تحکیم واکنش گلوبالی به تهدید تغییریابی اقلیم و کوشش های رفع کمبیزاعتی معین کرده شده است. تا این جانب سازشنامه پاریس را 184 کشور امضا نمودند. ماهی اپریل سال 2016 تاجیکستان سازشنامه پاریس اوید به اقلیم را امضا نمود و آن از جانب مجلس عالی کشور ماهی فوریه سال 2017 به تصویب رسانیده شد. مقصد اساسی سازنشنامه پاریس از آن بود که همین بالانشوی درجه حرارت هوا رو تخمیه 1.5 2% 2%
ده همی درجه دوران مون دیگر اون رو مثلا کم کردن نمیتوانیم. من همین مسئله در پاریس دیده شد و 175 دولت دنیا اون رو امضا کردن، از اون جمله جمهوری تاجیکستان امضا نمودن و هر یک دولت از روی سازی شما یعنی با خود عهده‌داری گرفت که همین پرتوهای گازهای گلخانه‌ای رو کم بکند، هر یک دولتی که در آن امضا کرده. در کنفرانس 21 کنوانسیای چارچوبوی سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم در پاریس 30 نوامبر سال 2015 اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برآمد نموده ذکر کردند. تاجیکستان از لحاظ پرتو گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند، مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 30 سال اخیر از 14,000 پیریخ موجوده بیش از 1,000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده، هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی می‌رساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز می‌گردد. اقلیم از بسیار جهت‌ها به تعداد ذخیره‌های آب، نوع‌های خاک، گوناگونی بیولوژی و همچنین امکانیت کشت و کاری کشاورزی را مقرر می سازد. مطابقاً امکانیت های معین کرده محل استقامت آدمان، رشد کشاورزی، صناعت، انرژیتیکا و نقلیات، شرایط زیست و تندرستی اهالی از اقلیم وابستگی زیاد دارد. مشاهده های بسیار ساله از پرزورشوی تأثیر تغییریابی اقلیم به طبیعت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشوری ما و آسیای مرکزی شهادت می دهد. هر سال به حساب میانه از روی نشاندهنده های علمان خراجاتی که از تغییریابی اقلیم به جمهوری تاجیکستان راست می آید سال خوب باشد اگر 50 میلیون دلار آمریکایی. و از روی همون پیشبینی هایی که آلمان کردند تا 2030 خراجات جمهوری تاجیکستان هر سال از وابسته به تغییر اقلیم تقریبا 140-150 دلار است می آید. در شرایط امروز اگر انسانیت پرتو گاز گلخانه‌ای را تا صفر کاهش دهد هم تغییریابی اقلیم را بازداشته نمی تواند. زیرا به اندیشه کارشناسان انسانیت از مرحله بازداشتن این روند گذشته است. تنها ما در حالت سری وقت عملی نمودن تدبیرهای میتیگاسیونی ضروری میتوانیم سرعت افزایش تغییریابی اقلیم را ضعیف نماییم. میتیگاسیا این هر گونه تدبیرهایی میباشد که جهت رفع و کاهش دراز مدت خوف و خطر تغییریابی اقلیم برای حیات انسان و مالکیت مادی عملی کرده میشود. گذشته از این ضرور است که انسانیت به عاقبت‌های تغییریابی اقلیم مطابق شود. این روزها حاصل ناکی زراعت‌هایی که به تغییریابی اقلیم مطابق کرده نشدن امروز تا 4-5 برابر کم شده استاده است. یعنی همه این چیز از آن شهادت می دهد که تأثیر تغییریابی اقلیم هم در حیات و فعالیت انسان هم برای سلامتی خود انسان تأثیر رسان است. از این نقطه نظر دیگر روند پیشگیری گرمشوی گلوبالی در مجموع اگر گیریم امکانیت ندارد. این همچون پروسسی هم طبیعی و تکنوگنی آمیخته جرایان میگیرد، ولیکن پست کردن شدت آن از خود فعالیت انسان کاملا وابستگی دارد. در این روند ما رو میباید که در سطح زمین باید استخراج
کانهای کندنه های فایدناک را با اصول های نو برهمانیم. بنیاد نیروگاه های حرارتی با طلبات نو برهمانده شوند. حکومت جمهوری تاجیکستان در تامین رشد استوار طبیعت کشور و حمایه آن از تهدید و خطرهای تغییریابی اقلیم چاره ها اندیشیده سهم بسزا می گذارد. ولی صرف نظر از این باز هم پرابلمه های باقی می مونند که حل و فصل موفقانه شان اشتراک کل شهروندان کشور را تقاضا می کند. تغییریابی اقلیم نه تنها در بلندشوی حرارت هوا و تغییرات بارش های اتمسفری بلکه در ظاهر شدن پدیده های گیدرومترولوژی تکرار شونده و شدیدناک طبیعی نیز ظاهر می گردد. برای تاجیکستان ظهورات مترولوژی از همه خطرناک حرارت های خیلی بلند یا پست، خشکسالی، طوفان های خاکی، چنگ بارش، بارشات شدید، پدیده های سیل و آبخیزی، فرامدن ترمه، باریدن جاله خاص است. خشکسالی های سخت ضرر جدی مادی رسانیده می توانند. در شرایط امروزه جامعه جهانی باید که وابسته به گرمشوی اقلیم ساحه های مختلف خواجگی خلق را مطابق نماید. یکی از چورابینی های مطابق شوی می تواند استفاده منبع های الترناتیوی انرژی، کشت زراعت های با گرمی مطابق، رشد جنگلزارها و استفاده عقلانه ذخیره های طبیعی باشد. برای مثال، خشکسالی سال 2000-2001 در تاجیکستان و کشورهای همسایه در آسیای مرکزی یکی از آفات های طبیعی کلان در طول 10 ساله های اخیر ارزیابی شده است. در گزارش بانک جهانی اوید به خشکسالی در آسیای مرکزی و کافکاز تلفات اقتصادی از خشکسالی سال 2000-2001 100 میلیون دلار آمریکایی نشان داده شده است. خراجات ها برای چاره‌بینی های برطرف سازی عاقبت ها و برقرار سازی علاوه‌تن 104 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است. موافق پیشگویی کارشناسان با سبب گرم شدن اقلیم احتمالی در تاجیکستان به عمل آمدن خشکسالی با شدتناکی و سرعت بیشتر وجود دارد. در گزارش برنامه رشد سازمان ملل متحد از سال 2012 خشکسالی همچون آفت دارای عاقبت های خرابی آوری تغییریابی اقلیم برای امروز و فردای اهالی که در منطقه ها و ناحیه های گوناگون کشور زندگی می کنند عنوان شده است. کارخانه و مؤسسه های یعنی شخصان موظف امروز خواجگی های تخم پروری باید که تخم های استحصال کرده شوند که اونها مطابق باشند به تغییریابی اقلیم، به هوای گرم. تشکیل نمودن گرمخانه ها یکی از راه های بهترین امروز در از جانب جامعه جهانی انتخاب گردیده است در سمت مطابق شوی به تغییریابی اقلیم. یعنی اگر تغییریابی اقلیم این روند باشد که از جانب جامعه جهانی و انسانیت پیشگیری شود، ممکن دیگر چاره ها اندیشیدند، ولی این روند الکی از اون چیز گذشت، اون دوره پیشگیری گذشته است و این روند ادامه می‌یابد. برای این مثلا در خواجگی های دهقانی تشکیل نمودن کشت و کار، آبمانی با اصول نو، اصول قطرگی یا اینکه بارانی هست، دادن نوری، این در روند مطابق شوی این بهترین وسیله برای نایل گردیدن به هدف های در پیش گذاشته انسانیت می باشد. خشکسالی و حرارت های بلند شدید به استحصال محصولات آذوقواری، دسترسی به آب آشامیدنی، اقتدار استحصال نیروی گیدروانرژتیکی تأثیر منفی می رساند. نارسایی آب می تواند اختلاف ها را در سطح محل افزایش داده باعث شدت گرفتن مهاجرت و زیاد شدن بیماری ها گردد.
یکی از مسائل دیگر مهمی که به تغییر اقلیم منسوبیت دارد این کاهش یافتن زراعت‌های کشاورزی که اساس امنیت آذوقه‌وری سیاره به حساب می‌رود میباشد. طبق تحقیقات‌های عالمان اروپایی در سال 2050 اهالی سیاره 50% زیاد گشته از روی تمایل کمشوی زراعت‌ها حاصلنوکی 50% کاهش می‌یابد. همه در یک جایگی هم میتوانیم برای بهداشت حیات اهالی و نگه داشتن طبیعت ناتکرار کشور از پهناهای بیوخیر خطلان تا باغ‌های شکوفانی ساخت، از کلهای صاف و مصفا و قله‌های برفپوش کوهستان پامیر مساعدت نماییم. ما دیگر اومان تغییر بقلیم رو دیگر کرده نمیتوانیم، موفقت با اون مطابق شده میتوانیم و اون رو بازداشته میتوانیم. به خاطر آینده درخشان، طبیعت و محیط سرسبز و آبشار و خرم و ناتکرار از حاضر باید به تغییر اقلیم مطابق شد.